بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدا ادامه درس برنامه کویک بوکس شروع میکنیم. ما در برنامه کویک بوکس در کدام بخش رسیدیم؟ از اینجا رایت کلیک میکنم و بعد از رایت کلیک رن از ادمنستریتور میکنم و بعد از اینجا بر شما یس میسازم. بعد از یس ساختن چند لحظه منتظر میمونیم که بر ما اکانت ما را باز بکنه. خب از اینجا کنسل میسازم. نام اکانت ما چی بود؟ جوشن کمپانی بود و بعد زیر اوپنش میسازم و بعد از اوپن رمز امی جوشن کمپانی چی بود؟ یک دو سه بود. نوشتم میکنم اینم اینجا یک دو سه و بعد از اینجا ما چی میسازم؟ شه اوکی میسازم. خب اینال خوب متوجه باشین، ما در درس گذشته وندر شناختیم، یعنی فروشنده را شناختیم که از فروشنده چه قسم ما مال میخریم. اینال متوجه باشین ما امروز مشتری را نامش نوشته میکنیم. مثلا کسی که از ما مال میخره او را باید نامش نوشته کنیم. همینطور به ترتیب چقدر رفتن میگیرین، تکمیل کده رفتن میگیرین برنامه کویک بوکس. اول شما اکانت جور کردین عزیزی اسلامیک بانک، بعد یک اکانت جور کردین که پیش خودتان همو کشان هند یعنی ددستان پیس است. دیگه یکی اکانت جور کردیم که کرام میتین، یک اکانت جور کردیم که مصرف برق میتین، یک کرام جور کردیم که روزانه در اداره مصرف میشه، یک اکانت جور کردیم که یک مواد وقتی که میفروشین چه قسم یک اکانت ریسیف شد و پیس بر شما میه. من این زمین جا بر شما بالای کدام گزینه میرم؟ این حالا امروز بالای کستومر میرم. کستومر چی را میگه؟ مشتری را میگه. از همینجا کلیک میکنم کستومر سنتر، یعنی چیش چی بوده شرکتش، کانتور رو جیره کلیک کنین کستومر سنتر بر شما باز میشه. فعلا ما هیچ مشتری اینجا نداریم. نامش رو ببینین، شاید فرض مثال شما 100 مشتری داشته باشین، 200 مشتری داشته باشین. اینه میرم و میخوایم تمام بیوگرافیش رو نوشته کنم کسی که همراه ما مشتری میشه. برای کدام گزینه میرم؟ اینه نیو کستومر میرم. از اینجا نیو کستومر رو کلیک میکنم و بعد اینه اینجا نامش رو نوشته میکنم. مثلا کی را ما مشتری خود میسازیم؟ نام چیست؟ عبیدالله را ما چی میسازیم؟ اینه مشتری خود میسازیم، عبیدالله نوشته میکنیم. و بعد از او عبیدالله از ما چند افغانی را مال میخره؟ فرض مثال 40,000 افغانی، صحیح شد. و بعد از اون میگرم در قسمت پایین نام کمپانی نیم امی عبیدالله که به دکانش میبره، اما نام دکانش چی هست نوشته میکنم اینم اینجا عبیدالله است فرض مثال. و بعد از اون نام امی خودش را نوشته میکنم. نام خودش چی بود؟ عبیدالله. اینه. و بعد از اون تخلصش چی هست؟ تخلصت محمدی. اینه محمدی. چقدر تخلص محمدی زیاد نیست؟ خب تخلص هست نه؟ اینقدر تخلص یک ریکورد است. بعد از پیشینم یک شاگردم تو تصادف پرسان کردم محمدی بودن. دوستات داریم هر دوش هم تخلصش محمدی است. خب میایم از اینجا جاب تایتل. خب چیش چی هست؟ جاب تایتلش منیجر مدیر است. شماره تماسش چی است؟ 0785443322 باشه. من شماره دکانش چی است؟ 89654312 باشه. شماره روشنش یا MTNش دیگه شماره شن نشته میکنین اینه به این شکل. و بعد از اون فکس آیدی شن نشته میکنم 786. ایمیل شن نشته میکنم فرض مثال ایمیل آدرسش چی باشه؟ اینه عبیدالله اینه 13@gmail.com یا فرض مثال ایمیل یک چی داشته باشم دیگه. کاپی کاربون کاپیش ده کی بوره؟ مثلا دمه بوره. اینه محمد عارف رحیمی از اینجا 13 نشته میکنم @gmail.com نشته میکنم. وبسایتش نشته میکنم www. از اینجا نشته میکنم فرض مثال learning.com اینه به این شکل. میایم از اینجا چیش نشته میکنم؟ آدرس توییتر شه، فیسبوک شه، یا لینکدین شه، یا فرض مثال موبایل شه، یا فکس شه. میگرم اینم اینجا آدرس فیسبوک شه نشته میکنم. آدرس فیسبوکش او بای دلا. خب به این شکل
عبیدالله را آدرس شناشته میکنم. از کجاست؟ خودش از شبرغان هست. از کدام ولایت هست؟ از جوزجان هست. ولایتش درجه چند است؟ درجه 3. کدام کشور است؟ افغانستان. نوتش ناشته میکنین که یعنی سال مالی که خریده مثلا این وقت بر ما پرداخت بکنه. میایم کاپی ده اینجا این شکل اینجا کاپیش هم ارسال کردیم، چون جای اصلیش هم اینجاست، جای سکونت فعلیش هم اینجاست، سکونت اصلیش هم. پیمنت سیتینگ اکاونت نمبر، من باید اکاونت نمبر امی نفره باید نوشته کنم از عبیدالله را. فرمون سال 77-88-99. میایم از اینجا پیمنت ترم، اسنایی که بر ما اگر در داخل 30 روز پیسیش آورد 2% برش تخفیف هم میتونم. میایم از اینجا پریفرنس دلیوری میمو، مثلا امی مالی را که بر ما میخرم بگوی از طریق میل استفاده کنه یا ایمیل، یا فرض مثال بر ما ایمیل آدرس روان کنه یا از طریق تلفن باشه. من میگرم از اینجا ایمیل باشه، ایمیل روان بکنه بر ما، یعنی مال کار است. از امی روابط ما از طریق کامپیوتر به شکل چی است؟ یعنی کار ما توسط ایمیل است. میایم از اینجا پیمنت میمو، از اینجا وقت که ایره کلیک میکنم، وقت که همین نفر بعد من پای سر میتا به کدام شکل است؟ به شکل کش، یعنی فرض مثال پول نقد است، یا به شکل چک است، یا مثلا امریکن اکسپرس است، یا دیسکاور است، یا ماستر کارت چی میکنه، یا از طریق ویزا است، یا دیویت کارت است، یا گیفت کارت است، یا ای چک است. اینا تمامش کارتایی است که کارت بزنس کارت است، اینا کلا کارتای تجارتی است. فرد مثلا توسط ازی ما چی میکنیم؟ پیسه را در جای شیشتگی ما تبادله کردن میتونیم. مثلا من میگرم اینا نقده، چون در افغانستان بیشتر اوقات نقده میباشه، من بر ازی محدودیت میمونم که از 40,000 مال زیاد خریده نتانه. دیگه از اینجا پرایس لیبل، اما از ما که مال میخره باید به کدام لیبل باشه؟ من در این قسمت نوشته میکنم فرد مثلا نورمال، نورمال پرایس، قیمت نورمال برش چی میکنم، یا فرض مثال نوشته میکنم های پرایس، یعنی قیمت کمی بلندتر برش حساب میکنم. او به هر شکلی که انتخاب میکنین امور شما اینجا تایپش میکنین. دیگه کردیت کارت، اگر از کردیت کارت بر ما پیسه را پرداخت بکنه، باید کردیت کارت از ایره ما ثبت بکنم در اینجا تمام چیشه. مثلا در کشورهای خارج یعنی تو چی هست وقت که بالای کامره مو کردیت کارتش زدین، اینم اینجا اتومات نوشته میشه تمام معلوماتش. شما پیش از پیش نوشته میکردم میمونین، چون در افغانستان قدر کردیت کارت استفاده نمیشه، ازش صرف نظر میکنیم. اینجا سلز چی هست؟ مالیه میپردازه، مثلا مالیش اگر میپرداخته باشه از اینجا شما چی را انتخاب میکنین؟ تکس، اگر مالیه نداشته باشه مالیه را من بپردازم، در جانب مقابل یا کسی که مشتری ماست به نام عبیدالله او را چی میکنیم؟ مالیش نان میگیریم. اگر مالیه میپردازه باید تکس بگیریم. این تکس گرفته شد. دیگه از اینجا هم امو نمبر راجستریشن هم میشه، این دمی قسمت تایپش میکنیم. ادیشنال انفو، از اینجا کستومر تایپ، امو مشتری تان با شما چه قسم چی است؟ اینا به شکل ریتیل است، یا فرض مثال هولسیل است، یا فرض مثال این دمی قسمت داشته میکنم چی؟ به شکل فرند است. اوکیش میکنم با شما به شکل فرند است. دیگه من امی مشتری تانا خلاصیش اینه میده چی میکنم؟ درجش میکنم، موبایلش باشه، فیسبوکش باشه، ایمیلش باشه، اکانت نمبرش باشه، از وندر نه، از کستومر باشه. اینجا این کستومر چون مشتری ماست، اون وندر دینه رو یاد داده بودم، این را انتر میکنم اونا بر شما آمد. تمام این امی محتویاتش خلاصیش پرسان میکنیم، موبایل نمبر که همیشه پیش خودش هست، مثلا این امی شماره تلفن باشه، این امی شماره تلفنش کار است. دیگه نه فیسبوکش هم برام چی است؟ عبیدالله است، این عبیدالله. ایمیل آدرسش چی است؟ این عبیدالله بود، عبیدالله مثلا محمدی @gmail.com اونو نوشته شد. اکانت نمبرش نوشته میکنم که پیسه میایی از امی اکانت نمبر، یا دمی اکانت نمبر پیسه روان میکنیم. خب جاب انفو، معلومات شخصی وظیفیش، مثلا جاب دسکریپشن، بجز از اینکه ای دکانداری میکنه یا فرمسال تجارت میکنه یک وظیفی دیگه هم داره، مثلا یا رئیس کورس است، یا فرمسال در گرگان دولتی کار میکنه، یا یک جای معلم است. اینی چیاش هم اینه در اینجا نشته کده میتونیم، مثلا در اینجا نشته میکنم جاب بشه تیچر نشته میکنم، استاد نشته میکنم. دیگه از اینجا انتخابش میکنم کامرشل شخصی است، از اینجا فرد مثال چی میکنیم؟ اونا جاب استیدیوش صحیح است. از کدام تاریخ؟ نه ببخشید،
اینجا او وظیفه نشته نمیکنین. این پیش ما به کدام شخصیت شناخته میشه یا پیش ما در کدام بخش کار میکنه؟ میگم اینم اینجا کامرشل کار میکنه میگم. و بعد از اون از اینجا را چی میکنیم؟ این پروگرس، یعنی فعلا اینمی کامرشل بودنش با ما فعلا جریان داره. در کدام تاریخ؟ ما در تاریخ اول. در کدام تاریخ پروسیش ختم میشه؟ در 31. در کدام تاریخ کار شروع کرد؟ در تاریخ 3. یعنی در یک ما قرارداد کرده، در تاریخ 3 کار امرای ما شروع کرد. میگرم از اینجا اوکی میکنم، این یک دانه مشتری ما پیدا کردیم برام عبیدالله که 40,000 افغانی بر ما باید چی بکنه؟ پرداخت بکنه. ما ازش 40,000 افغانی را بگیریم. فهمیده شد؟ اینی تی یک اکاونت جور کردیم. این حال بعد از او دولت هم مالیه میگره، بخاطر گرفتن مالیه یا بخاطر پرداخت مالیه چقدر که میگره از تمام امی عواید ما، مثلا 5%، 15% یا 10% از ما مالیه میگره. او هم باید بر ما جدا جور بکنه. بخاطر از او بالای کدام گزینه میرم؟ لیست میرم. از بخش لیست آیتم لیست میرم. از بخش آیتم لیست من باید مالیه خودم بپردازم. این نیو کلیک میکنم. خب از اینجا بخاطر چی مثلا شما میپردازین؟ سیلز تکس آیتم. این سیلز تکس این مورا را میتا که شما مالیه را میپردازین بخاطر فروشتان. این صرف از بخش فروش است. وقتی که میفروختین از شما چی بکنه؟ بخاطر سیلز تکس است. اینه سیلز تکس. و بعد در قسمت پایین او هم خودش اوتومات نوشته میشه چند فیصد سیلز تکس بگیره؟ 15%. و بعد از او از اینجا چی را انتخاب میکنم؟ از کی باید بگیره؟ وندر از مشتری ما باید بگیره، چون از مشتری خریدیم دیگه. این از اینجا، یا مثلا از کسی که تکس میگیره باید نام خودتان، مقررات خودتان، کل چیزتان را باید در اینجا نوشته بکنید. اگر در دولت شما میخواین مالیه بپردازید، این اینجا نوشته میکنم. من اینو میرخم خانپوری میکنین. این خانپوری را کلا من بر شما فهموندم چه قسم یک خانپوری است. اینه به این شکل از او کدام این خانپوری دقیق اینه دمی قسمت است از امور انتخاب میکنم. اونه محمد امین بود که کمپیوتر فروشی داشت. از اینجا اوکیش میکنم. اینه 15% مالی را بر شما چی میکنه؟ اوکیش میکنیم. اینه کلوز. اینال بالای ریپورت میرم. از ریپورت از اینجا ما چی را انتخاب میکنیم؟ کجا رفتم؟ اکاونت اند تکسس تریل بلانس. این بزرگتر میسازم. تمام مقررات ما اینو اینجا میناله. سعی کنین دولگ افغانی در اسلامیک باک داریم. 73,000 افغانی ما در کدام بخش داریم؟ در اکاونت که در دست ما هست. در او بخش داریم. در اکاونتی که مثلا همیشه در اداره استفاده میکنیم 40,000 افغانی باید ما بپردازیم، یعنی دبیت بکنیم. به کی؟ با اکاند ریسیوال. به خاطر اینکه ما فروختیم خو 40,000 افغانی را، اون ده مشتری به نام عبیدالله، اون 40,000 افغانی دوباره اینجا چی شد؟ دبیت شد. و بعد از اون اینجا 40,000 افغانی دوباره بر ما چی شد؟ پرداخت شد. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه ما 40,000 افغانی را از مشتری مال خریده بودیم. اینو دوباره تست کلیک کنیم از کدام منبع اومده؟ از محمد امین اومده. باید با 40,000 افغانی را پرداخت بکنم. فعلا پرداخت نکردیم و همچنان از 40,000 افغانی را هم بعدس نوردیم فعلا. اینا او درس ها را باز فردا گفتم میتونم. یعنی 3,000 افغانی هم به خاطر بعد رفتگی است. 40,000 افغانی هم به خاطری که بر شما انکم شده. انکم چی را میگن؟ درآمد میگن. از چی درآمد شد؟ از شخصی به نام عبیدالله انکم شد. و 7,000 افغانی به خاطر اکسپنس شد. چی شد؟ مصرف شد. دیگه این 20,000 افغانی دیگه هم به خاطر کرا مصرف شد. 7,000 افغانی به خاطر بعد مصرف شد. اینا 40,000 افغانی دیگه هم مصرف شد. از به خاطر چی 40,000 مصرف شد؟ مصرف چی ماست؟ اون مال خریده بودیم از شخصی به نام محمد امین. اون اونجا به شما معرفی میکنه، گفتم میتا جمله چند شد؟ 60,000، 67,000 شد. این حالا کلا مجموعه توتالی که ما پیسه فعلا در پیش ما هست چند است؟ 380,000 افغانی ما فعلا در دست ما چی هست؟ پیسه داریم. یعنی مجموعه عمومی اینمی زیاد شده رفتن میگرن. از 380,000 افغانی هم 15% هم دولت میگرن. اون هم باز بعد از پرداخت میکنیم. کل ایش پرداخت هاش باز فردا یا پس فردا گفته میتونم، چون بعد ترتیب خوانده رفتن میگیریم. اینه مقدر درس ما بس هست. این حال ما فهمیدیم که هم مشتری را شناختیم، هم فروشنده را شناختیم، هم در دست ما که پیسه هست 5 اکانت داریم. اون از امو کم زیاد که در رفتن میگیریم. ما از اینجا استاپش میکنم. همین قدر درس بس هست.